خب نیلوفر سلام. سلام، صدای منو خوبی؟ داری؟ بله داریم، مرسی، صدات نمیدونم چرا عالیه. صدای شما کم دارم. مرسی. درود دوستان، امیدوارم که همه خوب باشید. تولد بابک و آقا مجید رو هم تبریک میگم، امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشن. گلای عذر میخوام، من اومدم بالا، شما دارید در مورد حسادت صحبت میکنید، حسادت زن. خیلی نه نه کلماتون نه 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 گفتم، من این فقط زنا توضیح، گفتم، اصلا نگفتم زنا، گفتم کلان رابطه چند هم زنا. خب نه، شما نگاه کنین حرفاتون رو تغییر ندید. خب الان حرفاتون هست توی، یعنی بعد از حالا این برنامه شما میتونید برید ببینید، دارید در مورد درست، حسادت حرف میزنید. آره خب ولی نه این فقط زنا. حسادت آخه در مورد مردا، شما میان بعد خب از اون طرف میان از غیرت استفاده میکنن، حالا برای اینکه بخوان همسر مثلا چند شوهری بود، حالا یه یه زن لحظه خاصه پاس ای رو کن، داشته یه باشه لحظه که پاس کن، یه لحظه یک چیزی نه من نه بگم خب صبر ادامهشو کن، بگو. اجازه بده خب من نه یه حرفم جمله بزنم. من شما میگه بگم، حساب، خب نه بزن، گلایل نه شما داشتید بزن، نیم ساعت حرف میزدی، بذار حرف یک بزنم الان جمله، نوبت یک منه، جمله میگم خواهش بعدش نیم میکنم. ساعت حرف نه بزن، لطفا یک بذار جمله حرف بزنم، خواهش خواهش میکنم. میکنم. کنین آخه اتفاقی نباید، نباید اینو به من بگی. نه خب شما حرفاتون انگار یادتون رفته. ببین الان شما اومدی در مورد من اسمشون رو درست بلد نیستم صحبت وریا میکنید، حالا وریا وریا اوفوریا وریا، و خب حالا اون برداشتای شخصی خودتون رو دارید میگید که اون خب ایشون خودشون باید از طرف خودشون حرف بزنن، من کاری ندارم با، ولی شما دارید در مورد حسادت زن ها حرف میزنید. لطفا اجازه بدید من حرفمو بزنم. شما نیم ساعت حرف زدید، بفرمایید بفرمایید. مرسی، متشکرم. ببینید دارید در مورد حسادت حرف میزنید. خب حالا من اگر ادعای اینو داشته باشم که آقا من چند شوهری میخوام، الان شما همه اصلا کل دنیا برمیگرده میگه خب یه مرد غیرتش، نمیدونم در مورد غیرت حرف میزنید، در مورد اینکه اجازه نمیده این با این غیرتی که داره، و خب حالا اکثریت اینو درک میکنن، اکثریت مردا اینو درک میکنن که این غیر قابل قبوله. چرا این حسادت در مورد مردا تعریف نمیشه؟ چرا فکر میکنید یه زن نمیتونه حالا مثلا به قول شما غیرت داشته باشه یا هر چیز دیگه ای که شما میایید اینا رو برای ما محدودیت و نمیدونم یه سری چارچوب میذارید؟ چرا اینا رو برای چرا علاقه دارید که یک زن رو به پایین ترین سطح ممکن بیارید؟ و فقط حالا اون حسادت یه نفر، هر کسی میتونه، دو تا همکار میتونن نسبت به هم داشته باشن توی محل کارشون، یعنی چی؟ بحث علاقه و عشق و نمیدونم زندگی و اخلاق و اینجور چیزاست. حسادت الان چرا فقط در مورد زنا دارید در مورد عایشه میگید؟ اصلا حالا عایشه هستود و این همه سال ما زندگی کردیم، این همه ادوار گذشته، آخه اینقدر حرفتون ببخشید واقعا مسخره است که واقعا نمیدونم بگم ضد زنه، نمیدونم چی بهتون بگم. حالا لطف کنید برای من یکم بازش کنید، چش ممنون چش. خب اشتباه، نه شما متاسفانه اشتباه فهمیدی حرف خب منو، بخونید منم میگم شما مقصر. دوره گوش کنید صحبتاتون. خب من خودم اینجا هم، من اینجا هم الان. اوکی آرمین هم هست، منم هستم، تو هم خب هستی. شما ببین میتونید من خب حرفاتون رو بذار نقص بگم، کنید، نه نیلوفر بگم بذار جواب بده. ببین من اتفاقا سر اون قضیه حسادت هستم و من با اون غیرت مخالفم. چرا؟ به خاطر که مردم حسادت داره، اون غیرت چیز مسخره‌ای، غیرت مالکیت میاره، غیرت ناموس میاره، من با ناموس مخالفم. من میگم اگر یک مرد، اگر دو تا، اگر یک مرد خانومش با یک آقای دیگه هست، اونم حسادت داره اگه ناراحت میشه، اون غیرت نیست اسمش. غیرت اون چیزیه که من قبولش ندارم، غیرت اون چیزیه که، ببین من حرفمو دفعه اول نیست اینجا دارم میزنم، الان نگار پایینه، یکی از کساییه که اینجا هست، همیشه هم هست، تو کلاپوس هم بارها بابت این قضیه باش حرف زدم، شاهد دارم. و خب اصلا من حسادت چیز بدی نیستش که، حسادت الان گفتش آرمین دیگه، آدم بین دو تا بچه هم هستن بین برادرش حسادت داره، اون غیرته اتفاقا بده که تو میگی، غیرت از مالکیت میاد، غیرت خب از باشه، ناموس حسادت میاد. رو دفعه بعد برای یه مرد استفاده کنید، اگه چیز بدی نیست برای یه مرد استفاده خب کنید. آخه مثالمون سر این بود که یک مرد باشه و چند تا زن. آرمین گفت من هستم، سه تا خانومم با همم، منم رو اون مثال حرف زدم، چرا خب به من نه میگی؟ نیلوفر جان، غیرت رو که برای مرد استفاده میکنن و ما چیز منفی حساب میکنیم، حسادت رو هم من دارم منفی حسابش میکنم. خب بله، ولی حسادت مثبته. ولی حسادت رو نه مثبت نه منفی، نه نه چیزی اصلا که حسادت مثبت نیست. چجوری؟ خب یه غیرت رو هم میتونید، خیلی ها میتونن مثبت تعریفش کنن. ببین نه غیرت نمیتونه مثبت باشه، غیرت نه، غیرت مالکیته.
حسادت مالکیت میاره. حسادت هیچ مشکلی نداره. این قائم توی پرایوت چت خیلی منتظر میدونی اگه میشه اونم بیار بالا. خیلی وقت منتظره. همه رو میارم بالا دیگه چون خیلی بقیه همون یه همه با هم دوره هم خوش باشه. من که خلوت میکردم یه صفره ای پهنه او انمیت کنید خودتون رو چون اکو داره منم کی داره اکو میده حالا من زیاد صحبتی ندارم دیگه. ممنون میشم اگر یه بار دیگه ببینید این برنامه رو. من الان دارم خودم میگم حسادت رو گفتم و قبول دارم. آخه چرا باید تغییر بدم؟ حسادت چه اشکالی داره؟ بعضی ها حسادت دارن، منم حسادت دارم. من خودم گفتم اول کسی هم دوست دارم با یک نفر باشم. اگر در مورد حسادت خانوما رو بولد نکنید چون ما به اندازه کافی سر غیرت این که مالک بودن مردم ما رو مالک خودشون میدونن هم کشته دادیم هم قربانی داریم. درود به شرفت، این حرفت خیلی درسته نیلوفر، من کاملا باید موافقم. یعنی هر کی حرف از غیرت زد غلط میکنه بزنه و اینم حق داری تو حساس بشی وقتی اینقدر این مثالا تو جامعه زیاد شده. خب قبول، من بهت حق میدم که همچین چیزی رو ناراحت بشی و حساس بشی، ولی من میگم اگر من بازم تاکید میکنم اگر من مثالم روی یک مرد و چند تا زن بود، چون آرمین این مثال رو زد روی این مثال اون یوتیتریان رو بررسی کردیم و من مثالی نبود که من زده باشم، دو هفته قبل آرمین زد اون مثال رو من تکرار کردم. من با مثال آرمین هیچ مشکلی ندارم. میگم من اگه این مثالو میگم شاید درستش این بود، حرف درسته، شاید درستش این بود. این من مثالو میزدم که یه خانم با چند تا آقا، این چند تا آقا به هم حسادت میکنن، اینو میتونستم بزنم مثال بهتری. بله بود. اینو قبول دارم، ولی میگم اگر زدم چون مثالی بود که قبلا گفته بود قربونت بشم. فقط این که من نمیخوام بگم که حالا حسادت مال زن نیست و خب من فقط دارم میگم که این ویژگی های اخلاقی توی همه هست، ولی متاسفانه حالا هر جامعه ای اومده اینو انقدر بزرگ کرده و اینو انقدر چسبونده به اسم، یعنی کنار اسم زن، که خب این از نمیدونم سخیف بودن منفی نگاش میکنن. درست میگی، دقیقاً این آدمای احمق افتخار میکنن به غیرت و فکر میکنن حسادت بده و غیرت خوبه. قبول دارم اونها خیلی احمقن و اصلا عقلانیت رو از زن میگیرن با این کلمه که میان کنار، با کلمه حسادتی که میذارن کنار زن، و خب اینجوری حتی ازش تصمیم گیری، قدرت تصمیم گیری و انتخاب هم میگیرن. و خب من دوست دارم که حتی الان یه مقدار اگر قرار باشه مثال بزنیم در مورد حسادت یه زن نسبت به حالا چند همسری، فعلا این مثال رو نزنیم تا زمانی که هنوز جامعه ما پذیرش اینو نداره که این یه ویژگی کاملا انسانیه. بین هر حتی بین حیوانات هم ما میتونیم این حسادت ها رو ببینیم. یعنی شما اگه دو سه تا سگ داشته باشی، یه دونه رو بیشتر دوست داشته باشی، بهش اهمیت بدی، این حسادت رو کاملا اون دو تای دیگه بروز، یعنی نشون میده. حتی دو تا بچه مثال خوبش آرمین زد دیگه، دو تا بچه داشته باشی، دو تا بچه ممکنه به هم دیگه اگه به یکیشون محبت بیشتر کنی حسادت کنه. خیلی چیز طبیعیه. دقیقاً درست میگی. بله.